رهبر صابری، برادر سیمین صابری، یکی از کشته شدگان خرداد 1362 شیراز و نویسنده کتاب هفت دختران با ماست. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید آقای صابری. پیش از هر چیز در مورد خود اون واقعه بگید. میدونم که بهایان زیادی قبل و بعد از اون داستان کشته شدن، ولی چه گذشت در خرداد 62 در شیراز؟ به طبق عصر وقت بخیر خدمت شما عرض میکنم، طبق یه حکم دست جمعی حمله به منازل بهائیان شروع شد. خواهر من سیمین در دوم آبان 1361 دستگیر شد که ساعت حدود 9 شب به منزل والدینمون حمله کردند و خود منو مجبور کردند که خواهرم رو به زندان سپاه منتقل کنم و به مدت حدود 2 ماه ما کوچکترین خبری از زندانیان نداشتیم. بعد سری دوم دستگیری ها شروع شد و جمعاً حدود 80 نفر از بهائیان شیراز دستگیر شدند که از بین این عده 22 نفرشون حکم اعدام در موردشون صادر شد که یکی از اونها هم خواهر بنده سیمین صابری بود. یکم در مورد فضای اون روز هم به ما بگید. میدونم که احتمالاً خیلی خوفناک بوده وقتی میدیدید همکیشان شما یکی بعد از دیگری یا بازداشت میشن یا اعدام میشن. چه حالتی بود؟ چه حس و حالی داشت اون روزها شهر؟ بله، اوضاع ایران در اون رو دوران و بخصوص در شهر شیراز خیلی خیلی غمگین و شکننده بود. بعد از روزهای بعد خانواده 80 نفر از زندانیان در خیابان‌های شیراز سرگردان بودند، از این ارگان به اون ارگان، از سپاه به دفتر آیت الله عایری شیرازی به استانداری. به هر نقطه‌ای که ما مراجعه می‌کردیم یا تکذیب می‌کردند یا میگفتن شماها تهمت به دولت جمهوری اسلامی دارید میزنید، یا میگفتن اصلا اینجور اتفاقی نیفتاده. و این مسئله به حدود 1-1.5 ماه طول کشیده شد، حدود 2 ماه تا اولین ملاقات داده شد و تازه بعد از اون ما فهمیدیم که زندانیا زنده هستن. تا قبل از اون حتی نمیدونستیم که آیا این عده از بهائیانی که در زندان هستن در قید حیاتن یا اینکه به وسیله نابود شدن، چون قبل از اون هم در تهران اتفاق افتاده بود که یک تعداد از اعضای محفل ملی جامعه بهائیان رو دستگیر کردن و ناپدید شدن و دیگه اثری ازشون پیدا نشد. آقای صابری، الان 40 سال از اون فاجعه گذشته و کارزاری به راه افتاده به اسم داستان ما یکیست. هدف این کارزار چیه؟ به دنبال چه چیزی هست؟ ببینید، در سال 61 وقتی بچه های ما دستگیر شدن، جامعه بهایی، جامعه ایرانی هنوز درک نکرده بود که جامعه بهاییان هم یک بخشی از جامعه هستن. وقتی مورد ظلم قرار میگیرن باز نسبت به این ظلم عکس العمل نشون داده بشه. ولی امروز جامعه ایران عوض شده و میفهمن که درد یک جامعه، درد یک گروه، درد بقیه افراد جامعه است. ما در این کمپین میخوام به مردم ایران بگیم که ما یک کشور هستیم، یک ملت هستیم با عقاید مختلف و با درد مشترک. در سال 61 ما خانواده من زیر فشار بودن و اعضای خانواده من را اعدام میکردن و امروز دختران و پسران دیگری در ایران تحت فشار هستند. درد ما در سرتاسر تاریخ یکی بوده و تا زمانی که پشت در پشت هم نذاریم و تا زمانی که غم و درد یک دیگر درک نکنیم، این مصائب ادامه پیدا خواهد کرد. چرا فکر میکنید که جامعه شاید اونقدر که باید و شاید به خصوص در همون شیراز هم محله ای ها توجه نشون ندادن به این فاجعه؟ ببینید، من 2 خاطره از همون زمان شیراز خدمت شما عرض کنم. یکی این در شیراز یک پاسدار بود به نام مجید تراپور که این خیلی اذیت میکرد جامعه بهائی و زندانی را. بعد ما هر روز میرفتیم دم زندان، از صبح میگفتیم اومدیم از زندانیان خبر بگیریم، اول تکذیب میکردن، بعد میگفتن حالا بمونید. توی بارون و سرما تا غروب ما رو نگه میداشتن و غروب میگفتن برید فردا بیاد. در یکی از روزا بارون شدید داشت میومد و همین آقای پاسدار اومد بیرون و گفت که بهائی‌ها چتراشون رو ببندن زیر بارون شدید.
بعد بهایا بستن، چترا رو بستن، چون اون زمان در شرایط بود که ما هیچ نوع کشمکشی با اطراف خودمون نمیخواستیم داشته باشیم. مسلمانایی که اونا هم زندانی داشتن اعتراض کردن، گفتن چرا بهایا باز چتراشون بندن. ایشون آقای خلیل مجید تراپور گفت که چون آب چتر بهایا وقتی روی مسلمان ها بریزه نجس میشن، ولی آب چتر مسلمان ها که روی بهایا برسه تازه طاهره میشن. اون زمان یک تعدادی از مسلمان ها اومدن و چترهای خودشون رو گرفتن رو سر بهایا. خب احساس جامعه از یک سمت اینجوری بود. بعد من وقتی که سیمین اعدام شد رفتیم وسایل اونا رو تحویل بگیریم از زندان، وسایل داخل زندان. من دیدم که چند تا از خانمای زندانی سیاسی نشستن و یکی خانمها به اون یکی گفت که دیروز یک تعداد از زنای بهایی رو اعدام کردن. یکی دیگرشون گفت خب حقشونه، اینا جاسوس صهیونیست هستن، جاسوس اسرائیل هستن. من رفتم جلو بهشون گفتم ببخشید من از دور شاهد گفتگوی شما بودم، فقط اومدم به شما بگم یکی از اون اعدامی ها خواهر من بوده، در زمان اعدام 24 سال بیشتر سن نداشته، غیر از اینکه دو شهر مختلف ایران هیچ مسافرتی نداشته، مسافرت خارج از کشور نداشته، ولی میدونید اتهامی که روزنامه خبر در مورد خواهر من نوشته چیه؟ گفتن نه. گفتم نوشته ارتباط با جنرال پینوشه در شیلی، ارتباط با دولت ریگان در آمریکا، ارتباط با دولت صهیونیست قاسم صهیونیست. بعد گفتم خواهرم شما برای چی اومدید زندان؟ گفتن ما هم زندانی داریم. گفتم یه روزی خدای نکرده یکی از بچه های شما رو اعدام کردن، آیا تو روزنامه نمیستن که چند نفر جوان رشید تحصیل کرده که سرمایه های مملکت هستن اعدام کردیم، یا میگن چند تا کمونیست برده شوروی و چین رو ما اعدام کردیم؟ گفت خب حتما که خوب نمی نویسن. گفتم چطوره در مورد بهایان وقتی اینجور تهمتی می نویسن شما میگه حقشونه، ولی در مورد فرزندان شما حقشون نیست؟ من فقط به شما میخوام بگم که ماها مردمان یک مملکتیم با عقاید مختلف. اگر فرزند شما محترمه، خواهر منم محترم بوده، جامعه بهایی هم محترم است. اون موقع یکی از خانم ها پاشد اومد گفت ما شرمنده ایم، ما خبط کردیم، ما متوجه نشدیم. عرضم اینه که اون زمان جو جامعه با اون طرف بود، تبلیغات رادیو و تلویزیون روی مردم تأثیر میکرد، ولی امروز همون افراد وقتی که ما رو میبینن میگن ما شرمنده ایم، در زمانی که شماها مورد ظلم بودید ما به سکوت گذراندیم و امروز نوبت خود ماها شده. ممنونم از شما. رهبر صابری، برادر سیمین صابری، یکی از کشته شدگان خرداد 62 شیراز. خیلی ممنون، قربان شما.